برای ما افغان بیسیم ارتباط هندگی افغانستان برای شما تقدیم می گردد. توافق برای ایجاد کرسی نخست وزیری برای نامزد دوم انتخابات ریاست جمهوری. بخش اول کار همی هست که باید بشه خوبصوزی آرا باشه. بخش دیگهش هم بازد پروگرام سیاسی هست. واکنش های مثبت نهادهای داخلی و خارجی نسبت به درهم شکستن بن‌بست انتخابات. و انتقال امریکایی های فلسطینی الاصل به بیرون از نوار غزه. برنامه خدا و با عرض سلام بر شما، امروز یک شنبه 22 سرطان سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 13 جولای سال 2014 میلادی. پریسا ابراهیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پس از تفتیش آرا، رئیس جمهور منتخب قانون اساسی را تعدیل می کند و نامزد دیگر نخست وزیر خواهد بود. محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله ضمن بیان این مطلب می گوید بر اساس توافقی که بین دو نامزد ریاست جمهوری صورت گرفته است، پس از برگزیده شدن رئیس جمهور، نامزدی که دوم می شود نخست برای یک سال و اندی در پست رئیس اجرایه از سوی رئیس جمهور گماشته خواهد شد. در این باره فرهناز فروتن گزارش می دهد. سخن از تغییر نظام ریاستی به صدارتی از زبان محمد محقق. محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله از تغییر نظام ریاست جمهوری افغانستان حرف میزند. آقای محقق میگوید در حکومت آینده پس از تفتیش آرا نامزدی که در مقام دوم میماند تا یک سال اندی از سوی رئیس جمهوری منتخب به عنوان رئیس اجرایی تعیین خواهد شد و پس از آن با تعدیل قانون اساسی حکومت از ریاستی به صدارتی خواهد رفت. بخش اول کار همی هست که باید شفاف سازی آرا باشه و بخش دیگهش هم باز یک پروگرام سیاسی هست که هر یک از کاندیدا که مطابق از تفتیش اول میشه در انتخابات با دو کاندید دوم که رای دوم میبره و به حیث رئیس اجرائیه تعیین میشه به فرمان رئیس جمهوری منتخب تا یکی دو ساله که تا قانون اساسی تعدیل شد و بعد این رئیس اجرایی باز تبدیل به صدر اعظم شد. آل تقریبا در نقش از اون از آقای محقق درباره تقسیم مساویان قدرت پرسیدم. آقای محقق حکومت پس و تفتیش را حکومت گسترده با قاعده و فراگیر عنوان می کند. عادلانه مساویان گفته نمیتونیم عادلانه تعبیر شده که باید عادلانه چه شود و تمامی پست های که در نظام ساختار اداری کشور هستند اینا به طور عادلانه چه در وزارتخانه ها یا خارج از وزارتخانه ها سطح ولایات. نکته اولی که هر دوی این نامزد را منتج به ایجاد حکومت وحدت ملی کرده است، تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات است و گزینه دوم که گزینه سیاسی است تقسیم قدرت با تغییر نظام در افغانستان. سرانجام گفتگوهای جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا با بن‌بست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان داد. این گفتگوها با دو نامزد انتخابات عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی و همچنان حامد کرزی رئیس جمهوری صورت گرفت و همه متعهد شدند تمام آرا تفتیش و نتیجه آن هم پذیرفته شود. همکارم وحید نویسا در این مورد گزارش می‌دهد. گذر از پیچ و خم چالش‌های انتخاباتی که برای سیاسیون در داخل کشور ممکن نبود، سرانجام جان کری وزیر خارجه آمریکا آن را با گفتگوهای دو روزه‌اش گذشت. توافق بر تفتیش تمام آرا، آغاز تفتیش در کابل آن هم در 24 ساعت پس از توافق، نظارت جامعه جهانی و دو نامزد از روند تفتیش و پذیرش نهایی از سوی دو نامزد، چهار اصل پذیرفته شده در این گفتگوهاست. این گام نخست حل چالش‌های انتخاباتی در افغانستان است. ما به گونه یکجا برای تحقق آنچه توافق شده متحدیم که اجرا شود. با این حال عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد انتخاباتی به ناهمسویی خود پایان دادند. می‌خوایم به مردم ما اطمینان بدیم که ما به توافق رسیدیم
توافق تکنیکی و توافق سیاسی؟ اردوی ما متعهد استیم که نتایج رکز ای بررسی مبره قبول میکنیم. از موافقه تفتیش 100% آرا، حامد کرزی رئیس جمهوری پشتیبانی کرد و از کمیسیون های انتخاباتی خواست آن را بپذیرند تا اینکه آمادگی برای مراسم تحلیف در زودترین فرصت گرفته شود. ما به نوبه خود از اعلانات پشتیبانی میکنم. امیدوار هستیم که تفتیش 100% آرای که به صندوق‌ها ریخته شدند به زودترین فرصت آغاز شود. نماینده ویژه سازمان ملل متحد اجرای این طرح را بانی امنیت و صلح در افغانستان دانست. من اشتراک هر دو نامزد را برای اتحاد در افغانستان، تامین امنیت و برقراری صلح مهم می‌دانم. با همه اینها تا چند هفته دیگر تفتیش تمام آرا در کشور پایان خواهد یافت. فرایندی که پایه‌های حکومت متحد ملی را در افغانستان بنا خواهد کرد. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی از توافق نامزدان برای تفتیش تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری استقبال می‌کند. سخنگوی این کمیسیون می‌گوید هر گونه اقدامی که منجر به شفافیت و قناعت تمام طرف‌ها شود مورد استقبال آنان است و تأکید می‌کند که از روند تفتیش آرا نظارت خواهند کرد و مطابق احکام قانون تصمیم نهایی پس از تفتیش آرا در این مورد نیز از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی گرفته خواهد شد. در این مورد همین صدیقی گزارش می‌دهد. پیش از هزاران شکایت در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به ثبت رسیده بود، اما با میانجیگری سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا و با توافق نامزدان برای تفتیش تمامی آرای دور دوم این شکایت‌ها منتفی پنداشته می‌شود. کمیسیون شکایت انتخاباتی در واکنش به این فیصله می‌گوید آنان از اول آماده جدا کردن آرای پاک از ناپاک بودند و اکنون که این تصمیم گرفته شده است مورد استقبال آنان می باشد. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی از توافق نامزدهای محترم ریاست جمهوری در دور دوم انتخابات به گرمی استقبال میکنه و ایرا به خیر کشور عزیز ما افغانستان میدانه. وی تاکید میکند که از روند انتقال صندوق آب به مرکز و تفتیش آرا نظارت میکنند و مطابق احکام قانون از صلاحیت آیین کمیسیون است تا فیصله نهایی را پس از تفتیش آرا بگیرد. طبیعی هست که هر نوع شکایت و نارضایتی که در این پروسه باشه کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از ختم تفتیش ها مطابق حکم صریح ماده 58 قانون انتخابات به او رسیدگی خواهد کرد و مطابق حکم قانون تصمیم نهایی و فیصله نهایی نسبت به تفتیش ها و بازشماری هایی که صورت خواهد گرفت تنها و تنها از صلاحیت های اختصاصی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است. او بار دیگر تاکید کرد که عمل کرده کمیسیون انتخابات مورد پرسش آنان نیز بود، اما کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی کاملاً بی‌طرفانه عمل کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات عمل کردش هم مورد سوال ما بود که بارها در همین جا در همین تریبون ما گفتم که نسبت به عمل کرده بسیار از کارمندان کمیسیون انتخابات ما اعتماد لازم را نداریم و هم از طرف یک کاندید محترم مشخصاً نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد وارد شد. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید امیدوار هستند که با این تفتیش تمامی حقایق روشن شود و در نتیجه اراده مردم تمثیل گردد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که روز سه‌شنبه تفتیش تمام آرای انتخابات دور دوم را آغاز خواهند کرد. احمد یوسف نورسانی رئیس این کمیسیون در نشست مشترک خبری با نماینده سازمان ملل در افغانستان و رئیس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفت که 100 تیم را برای تفتیش آرا در نظر دارند و روند تفتیش را 3 هفته طول خواهد کشید. آقای نورسانی همچنان افزود که این تفتیش به اساس چک‌لیست‌های کمیسیون و 5 معیار سازمان ملل در حضور ناظران داخلی و خارجی صورت خواهد گرفت. تمام صندوق‌های رایدهی از تمام اعلام از 34 ولایت کشور به مرکز از طرف ایساف آورده شد. انتقالات از دور ایساف در نظر گرفتن و در بدوش خود گرفتن. دیگر
همه صندوق ها از 34 ولایت مقابل می تفتیش مثل که پیشتر گفتیم در محضر تمام نماینده های ملی و بین المللی جامعه اروپایی رسانه ها جامعه مدنی که مرتبط به انتخابات هست مثل فیفا و تیفا اینا تفتیش میشه. خب بخاطر این تفتیش که به وقت اجرا شوه کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم داره با فیصله خود اعضای محترم کمیسیون یک تیم 100 نفری را که 100 تیم به اصطلاح آماده بسازد که این 100 تیم روزانه 1000 صندوق باید تفتیش بکنن که با اساس تقسیم اوقات که پیش بره انشاءالله در ظرف 3 هفته این تفتیش تکمیل میشه. ادامه خبرهای داخلی را با خبری از اتحادیه اروپا و بریتانیا از توافق نامزدان رئیس جمهوری که استقبال کرده آغاز میکنیم، اما پیش از آن یک وقفه کوتاه. اتحادیه اروپا و بریتانیا از توافق دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان برای تفتیش آرا استقبال کردند. اتحادیه اروپا از توافق عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برای انجام یک تفتیش جامع آرا در راستای منفعت افغانها ستایش میکند. همزمان با این وزیر خارجه بریتانیا از تعهد برای ایجاد یک حکومت وحدت ملی از سوی برنده انتخابات افغانستان استقبال میکند. شکست بنبست و نامسویی دور دوم انتخابات افغانستان به میانجیگری وزیر خارجه امریکا با استقبال‌های بیرونی همراه شده است. اتحادیه اروپا با نشر خبرنامه از توافق نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور استقبال کرده و افزوده است. این اتحادیه از روند مردم سالار و مشروع انتقال قدرت در افغانستان حمایت می کند و از طریق تیم نظارت این اتحادیه روند تفتیش را پیگیری می نماید. ما از توافق بین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای انجام یک تفتیش جامع نتایج انتخابات ریاست جمهوری که مصداق تمایل آنها برای برآورده ساختن آرمانهای دموکراتیک مردم افغانستان و بازگردان اعتماد در این روند است استقبال میکنیم. از سوی هم وزیر خارجه بریتانیا با نشر خبرنامه در صفحه اینترنتی سفارت این کشور در کابل ضمن استقبال از این توافق میگوید نامزدان با این کار منافع مردم افغانستان را در اولویت قرار دادند. من امیدوارم که تفتیش تمامی آرا افغانها را قادر سازد که براوند انتخابات و نتایج آن اعتماد کنند. بریتانیا از تلاش‌ها برای انجام تفتیش دقیق و مطابق با معیارهای بین‌المللی حمایت می‌کند. من همچنان از تعهد برای ایجاد یک دولت وحدت ملی استقبال می‌کنم. در این خبرنامه‌ها از تلاش‌های وزیر خارجه آمریکا و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در راستای رسیدن به این توافق ستایش شده است. شماری از نهادهای ملی ناظر بر انتخابات افغانستان در کنار ناظران نهادهای بین‌المللی نقش ناظران ملی را هم مهم می‌دانند. این نهادها می‌گویند برای بازشماری آرا راهکارهای روشن و مطابق با معیارهای بین‌المللی ضرورت است تا از وقوع هر نوع مشکلات احتمالی جلوگیری صورت گیرد. شریف الله وایانت به این موضوع پرداخته است. فصل جدید انتخابات افغانستان با رفع شدن بنبست در این روند بر اساس توافق نامزدان قرار است تمام آرای انتخابات در حضور ناظران ملی و بین‌المللی بازشماری شود. نهادهای ناظر ملی از توافق ایجاد شده میان نامزدان استقبال می‌کنند و توافق تکنیکی آن را نوع ارزش‌دهی به نظام و روند انتخابات می‌دانند. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید در کنار ناظران بین‌المللی باید نقش نهادهای ناظر ملی و کمیسیون‌های انتخابات هم جدی گرفته شود. تمام فعالیت هایی که صورت میگره و تفتیش آرای در